به نام خدا. سلام، من عادل سرم هستم، مدرس دوره تست نفوذ شبکه. یک دوره جامع و بر اساس استانداردهای آموزشی بین المللی رو در نظر گرفتم برای شما. توی این دوره ما میپردازیم به مباحث مربوط به تست نفوذ شبکه و زیرساخت شبکه که شامل یک دوره مقدماتی تا پیشرفته هست از سناریوهای مختلف و پیاده سازی های عملی مختلفی که توی پروژه انجام شده و ما این ها رو توی یک لابراتوار کاملا عملی و به صورت پرکتیکال برای شما قصد داریم آموزش بدیم. اما قبل از اینکه بخوایم بحث سرفصل شروع بکنیم، چند تا نکته رو باید خدمت شما عرض کنم. اول اینکه مباحث مربوط به جرم سایبری و خط قرمزهایی که در نظر گرفته شده از طرف متولیان حوزه امنیت توی کشور حتما در نظر داشته باشید و تست ها بر اساس مجوز حتما انجام بشه و اگر میخواهید تمرین بکنید حتما تو محیط لابراتوار این کار انجام بدید. نکته بعدی این که اگر سوالی داشته باشید، سوالات تخصصیتون رو میتونید از طریق کانال ها و راه های ارتباطی که دوستان در لرن فایلز برای شما در نظر گرفتن بپرسید و من در کمترین زمان ممکن سوالات شما رو پاسخ خواهم گفت. اما بریم بحث سرفصل. ما باید که میخواییم تدریس بکنیم در مورد تست نفوذ هست. بنابراین ما در ابتدا برای که بحث از مقدمه شروع بشه، مباحث تست نفوذ، استاندارد تست نفوذ، متدولوژی هایی که وجود داره برای تست نفوذ و اصلا کلا مراحل تست نفوذ رو بیان میکنیم توی این دوره و بعد یه سری مقدماتی نیاز هست. اگر دوستان که آشنای کمتری با بحث کالی لینوکس دارن، یه معرفی بر بحث کالی لینوکس در صورتی که توی کالی وجود داره، تنظیماتی که برای لابراتوار هست و نیاز هست انجام بشه رو برای شما آموزش میدیم. بعد از اون می‌پردازیم به مراحل تست نفوذ با استفاده از ابزارهایی که وجود دارن، ابزارهای مختلفی که توی کالی وجود دارن. سعی می‌کنیم مراحل مربوط به شناسایی، مراحل مربوط به بحث اسکن رو با استفاده از ابزارهایی مثل انمپ یا نسوس یا مالتیگو و اوپن وست به طور کامل با سناریوهای عملی و پیاده سازی‌های عملی به شما نمایش بدیم. بحث مربوط به سرویس ها و اصطلاحا سرویس اینومولیشن، سرویس های مختلف SMB، SMTP، سرویس DNS با استفاده از ابزارهای مختلفی که توی این زمینه وجود داره رو بررسی خواهیم کرد. بحث مربوط به اکسپلویت ها، اصلا اکسپلویت ها چی هستن، مخازن اکسپلویت، بررسی مخازن اکسپلویت، پیلود هایی که وجود داره. یکی از فریم ورک های مطرح به نام متا اسپلویت رو تو این دوره بررسی می‌کنیم. با استفاده از مثال های عملی و پیاده سازی عملی از سیستم ها سعی میکنیم در اکسپلویت روشون اجرا بکنیم، دسترسی بگیریم. بعد از دسترسی ها چه اتفاقاتی ممکنه بیفته اینا رو کامل توضیح میدیم. و نکته بعدی در خصوص زیرساخت هست، یعنی در لایه‌های 2 و 3 آسیب پذیری که وجود داره، باز با مثال های کاملا عملی شما میتونید این سناریوها رو ببینید و در مورد هر سناریو ما مثال های عملی رو پیاده سازی کردیم. خب در خصوص دوره بازم عرض میکنم خدمتتون که هر جا سوالی داشته باشید، سوالاتتون رو از طریق راههایی که دوستان در لرن فایلز قرار دادن میتونید بپرسید و در کمترین زمان ممکن بنده به سوالات پاسخ خواهم داد. در مسیر یادگیری ما همراه شما هستیم با بروزرسانی و آپدیت هایی که برای این دوره در نظر گرفتیم. خب آپدیت اولی که برای شما در نظر گرفتیم برای این دوره که توی این مباحث در ادامه خواهید سرفصلش رو، یک لابراتوار عملی و پیاده سازی کاملا عملی داریم توی آپدیت اولی که برای آپدیت شماره 1 که از راه اندازی یک لابراتوار با سرویس های مختلف شروع میشه و با استفاده از ابزارهایی که وجود داره سعی کنیم سرویس ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آسیب پذیری هاشون رو کشف بکنیم و دقیقا این یک پروژه و یک سناریوی عملی که توی پروژه ها اتفاق میفته و آسیب پذیری که در آسیب پذیری روی RDP پروتکل RDP که در سال 2020 اتفاق افتاد رو با هم دیگه توی این دوره بررسی میکنیم. منابع آموزشی هم که برای این دوره در نظر گرفتیم، مباحث مربوط به سنز هست، آفنسیو سکیوریتی هست، دوره‌هایی که توی این وبسایت‌ها وجود داره و مطالب مفیدی که میتونن کمک بکنن و به علاوه اون بحث تجربیاتی که توی پروژه اتفاق افتاده و ما اونها رو لمس کردیم. پس بریم و انشالله دوره رو شروع کنیم.